چرا ترکیه تصمیم گرفته که این گردان آزوف رو برگردونه به اوکراین با توجه به توافقی که وجود داشت و چه هزینه‌ای میتونه داشته باشه؟ درود به شما و مخاطبین برنامه وقت بخیر. من قبل از اینکه پاسختون رو بدم دو نکته جالب رو اضافه کنم. نکته اول اینه که این کسایی که برگشتن در واقع اعلام کردن که دوباره میخوان به جبهه‌های جنگ علیه روسیه هم برگردن، یعنی تنها این نیست که به اوکراین برگشته باشن، بلکه دارن به در واقع خط در حمله اوکراین میپیوندن. موضوع دوم اینه که رجب طیب اردوغان قراره در روزهای آینده، یعنی قبل از 10 روز دیگه، با کرملین در مورد مبادله زندانیان دوباره مذاکره کنه. این افراد کسایی هستن که در مذاکره قبلی ترکیه با روسیه در واقع به ترکیه تحویل داده شدن و ترکیه بعد از این در واقع بدعهدی کرده، الان قراره دوباره بشینه در 10 روز آینده با روسیه در مورد این موضوع مذاکره کنه. اما در پاسخ به سوال شما اینکه انگیزه های ترکیه چیه، ترکیه بازی خیلی پیچیده‌ای رو در واقع جنگ اوکراین انجام داده. از یک طرف پهپادهای بیرقدارش در واقع در اختیار اوکراین بوده، نیروهای روسی رو هدف قرار میداده، از طرف دیگه دستان پوتین رو در سوچی به گرمی فشرد آقای اردوغان پارسال و مبادلات تجاریشون رو گسترش دادن. چیزی هولوش 37 میلیارد دلار مبادلات در واقع ترکیه و اوکراین و قرار شد که اینها رو به روبل هم پرداخت کنن. ترکیه به دنبال منافع ملیشه و در واقع در اختیار گذاشتن نیروها به اوکراین داره منافع ملیش رو دنبال میکنه، چون نشست ناتو در روزهای آینده هست و میخواد در واقع خوشخدمتی کرده باشه به ناتو و امتیازات بیشتری رو بگیره. سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما.